خبر عاجل از پاکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، خوش آمدید به یک از دیگر ویدیوهای کانال خبری ما. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما، کانال خبری ما را سابسکرایب نمایید. توجه کنید به خبری که می‌نگریم به دسترس ما قرار گرفت. خبر عاجل: پیام آزادی روی برگه تویت رسمی خود می‌نویسد. بیشتر از 50 کشته و زخمی در پاکستان. افراد مسلح بالای یک کمپ نظامی پاکستان در منطقه مسلم باغ بلوچستان حمله کردند. تا اکنون 16 نظامی کشته، بیشتر از 40 تن زخمی شده گزارش شده است. در عین حال اطلاعات روز می نویسد آتش‌سوزی در یک تانگ تل در تخار تلفات جانی و خسارات مالی بر جا گذاشت. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت تخار می گویند که در پی وقوع آتش‌سوزی در یک تانگ تل در ولفولی ینگ قلعه این ولایت، یک کودک 11 ساله جان باخته است و دو نفر دیگر زخمی شده است. مبین صافی، آمر مطبوعات فرماندهی امنیت طالبان در ولایت تخار می گوید این آتش‌سوزی حوالی ساعت 5:40 دقیقه عصر روز گذشته در نزدیکی میدان ورزشی ولسوالی ینگ قلعه رخ داده است. با گفته صافی، کودکی که در این حادثه جان باخته پسر مالک تانگ تل به اسم فیض محمد است. او افزود که در این حادثه به ارزش حدود 24,000 دلار آمریکایی به مالک تانگ تل خسارات مالی نیز وارد شده است. آمر مطبوعات فرماندهی امنیت طالبان در ولایت تخار گفته که این آتش‌سوزی از اثر شارتی برق جنراتور در این تانگ تل بوده و دو نفر از باشندگان محل هنگام خاموش کردن آتش زخمی شدند. با این حال یکی از باشندگان محل به روزنامه اطلاعات روز گفت که به دلیل نبود تیم اطفای آتش در دقایق نخست آن خاموش نشده است که در نتیجه تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشته است. با گفته او، این حادثه یک اراده موتر نیز به گونه کامل سوخته است. او از طالبان خواست که امکانات اطفای را در ولسوالی ینگ قلعه فعال کنند تا در آینده از وقوع چنین حادثه جلوگیری شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه من بودید، منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.